چند مورد دیگه هست که چند شخصیت سیاسی، علمی و فرهنگی عکس ها و تصاویرشان نزد ما هست. و دوست داریم که یک جمله از شما درباره این شخصیت ها بدانیم. نامش را بگیرید، خدا مهربان است. خدا مهربان است. نامش و تصویرش را برتون. گپ خوب است. نامش را بگیرید. خیلی دوست داریم که نظریه بسیار چیز داره. از روی ارقام نام میتونیم کمک کنیم. درباره آقای مرتضوی شما چه گفتنی داریم؟ یعنی اگر بخواید که یک جمله درباره این شخصیت بگید. بیشتر گفتیم که هر کس خداوند بر شخص صفت قائل شده. بله. صفت از اینا بر هم یک جامعه ما فعلا واضح و خویده است. چه که صفتش؟ صفت نیک داره، اما به خاطر هدف تلاش میکنه که در بعض اوقات مردم با هم نزدیک بسازه. در اونجا اگر تخطی از پیشش صورت میگیره که مورد انتقاد قرار میگیره، انسان ها بدون شک که معذور هستن، بعد بعضی چیزا رو بپذیرن برای خود. آدم بد نیست. بله. درباره آقای یون، آدم آقایون گفته های خود داره. هر کس به خاطر یک ایده شخصی داره. ایده از اینا قرم قابل احترام است، به خاطر اینکه ما در جایی که شستیم شما رو خوب تر دیده میتونم، اما شما زمانی که در جای میشین جای ما رو خوب تر میبینین. به دلیل اینا هم برای خود یک افکار دارن که به خاطر بهبودی نظام جامعه میخوان تلاش بکنن. این که دیدگاهشان چقدر وسعت داره به کل مخلوق دنیا یا به خانواده خودش یا به یک قوم، او به خودش تعلق میگیره. ما میتونیم که بر شخصیت کمی که وقت خدا میگن روی یک افکار، روی یک قضایا، از این که از خوابیدن دست میکشه، از مزخرفات دست میکشه، حداقل روی یک موضوع تمرکز میکنه، قابل قدر است. برای من مشخصا درباره شخصیتش از نگاه علم نجوم، نجوم تانیز خود از شخص در دست ما قرار نگرفته. ما گفتیم پیشتر که نجوم یکی از قضایشی است که باید ما اسرار حفظ بکنیم. اما اگر ما تصویرش اگر خودش در این مجلس می بود، ما باشم نمیشه که کدام موقعه قرار دارم. خوشبختانه یا بعد به خاطر از اینکه دیدگاهش باید جامعه باشه، ما فقط برای اینها پیشنهاد دارم که قابل قدر از برای من که دیدگاهش جامعه باشه. دیدگاه از یک نقطه برای از یک جامعه نیست. تا فعلا دیدگاهش جامعه نیست. بله. درباره آقای تورسن، آقای تورسن که در روزها در رسانه ها و در مسائل دسترسی هایی که بسته در فیسبوک و دیگر رسانه های سوشل میدیا کسته، بسیار بازی های زیاد داره. حداقل مردم خرسند ساخته، حداقل برای مردم برای یک چند روز یک آیدیا میده که سرش آقای تورسن گپ بزنه. مثل کمی لازم و شما این فکر کنید یک دقیقه تلویزیون چند قیمت داره که مثال نشر میشه، حداقل از زبان ما هم معرفی میشه که آقای تورسن چی. اما یک آدم رازگو تورتاس برای خود این یک گپ خوبه داره. یک اگر رئیس جمهور ما میشد، کاش که میشد. میگم میشم. کاش که میشد. اونا میگن نباید بگوین که اگر میشد. میگه کاش که میشد. خب سطح خودش میگم و کاش که میشد. و درباره شخصیت آقای گلبدین حکمتیار چی گفتنی دارین؟ جناب حکمتیار صاحب یکی از شخصیت های معتبر سرشناس در افغانستان نه بلکه در روی دنیا هست. قابل قدر است. در گذشته تانسته بودن که به اصطلاح به عنوان یک امیر یک جبهه بین مردم فعال بودن و فعالیت خود تا فعلا ادامه دادن که هستن هم. و بدون شک در بین مردم نفوذ دارن. که حتی من شخصا خودم هم در یک زمان از مکاتبی که در بین پاکستان به اصطلاح پیش حزب اسلامی بود، من مردم حضرت میکردم به اصطلاح تعلیم تربیت مکتب سید جمال الدین افغان بود، یک مدت در مکتب من درس خواندم. شخصیتی است که مردم قضاوت خواهد کردن. اول ما اگه برچی بگیم میگیم که افتار به دو انگوش پت نمیشه. فقط نظر شما رو نظر من این است که از دید منفی خود بگذاره، دید مثبت برای مردم برملا بسازه که تا مردم بار دیگه کمون رقمی که در شروع حمایت مردم به خود داشت بازم داشته باشه. دید آقای حکمتیار منفی هست؟ برای فیلم بعضی گپایش مردم نمیپذیرن. و سه تصویر دیگه از شخصیت های فرهنگی ما هستن. من نمیدانم که چقدر آشنایی داره. آقای سلیم شاهین یکی از سینماگرهای افغانستان. من یکی از گپای آقای سلیم شاهین که شخصا خودم زیاد میبینم خصوصا در برنامهش، چرا که مردم افغانستان هر روز درد دارن، رنج دارن، غم دارن، غصه دارن، هر چیز. من میفهمم که آقای شاهین در بعضی اوقات گپ خودش میگه، ملاف میزنم، اما همون لافش باعث از میشه چند قلب خنده به لبای مردم به بار بیاره و مردم حداقل بخندانه. خانواده ای که هر روز شبش به اصطلاح در غم اندوه تر میشه، برای بیننده برنامه از یک میشن چند دقیقه خنده میکنن. آدم پیش من خوب است که مردم از رضایت مردم بدست بیاره. بله. جناب انجینیر لطیف، اینو هم از سینماگرای یک کارکرده از این در تصویرش ثابت است. بله. شخصیت عالی بوده، شخصیت عالی منش است و افکار بسیار بلند داره. از دید من خیلی قابل قدر هستند که من هم با وجودی که شناخت مستقیمم روش ندارم، اما کارکردش که روی خاطرات فکریش که در بین مردم به عنوان پرده سینما میکشنه،
گفه یک کار کرده بسیار است که انسان بتونه از او قابل قدر استفاده بکنن. و آقای مقصودی؟ یکی از چهره‌های برتر، یکی از چهره‌های برتر سینما افغانستان و واقعیت‌های اصیل مردم افغانستان در تصویر کشیده و به من قابل قدر است، هم خودشان هم خانواده‌شان که اگرش من برای خود شخص کم دیدیم، اما امروی برادرش که داود مقصودی بوده که برنامه‌های زیاد تلویزیون در پلخمری ماینا ما امرویشان داشتیم، چهره بسیار فرهنگی و چهره که بر یک قرن دو قرن ده قرن و بعد هم در بین مردم هستن اینا. بله بسیار عالی، واقعا نظرات خیلی عالی. ولی منفی بسیار، یعنی نظریاتون بسیار کم به سوی منفی میرفت، بیشتر مثبت. به خاطر اینکه ما وقتی که رقم دست دراز میکنیم از یک نفر نشان میدیم چند نفر دیگر خود ما رو میبینن. به اصول هر کس میفهمه که چند پوینت مثبت خود داره، یک جای چند پوینت منفی خود. تلاش کنه که هم مثبت خود افزایش بده، منفی خود توسط انتقاد دیگر رو بدون از اینکه درد بکشه، بدون از اینکه بسلا احساساتی شه، بدون از اینکه بسلا انتقاد نپذیره، انتقاد در واقع بر اصلاحات زندگی صورت میگیره. و هر شخصی که در مثال پیشتر شما سر آقای حکمتیار گفتین، اگر این انتقادات مردمی که در جریان مثال جنگ های گذشته صورت گرفته، اگر بتونه پس بپذیره، از مردم یک مذرت خواهی میکرد که مردم باز هم دوستی که داشتن آیا پیروان داره، مردم داره، دوستای داره که مثلا از پیش حمایتش بکنه، اما وهمیت است که یک جامعه دیگر هم به خود نزدیک میساخت. بله.